سلام، خوش اومدید به کانال خودتون. امروز میخوام در مورد کبد چرب و راه‌های درمان کبد چرب باهاتون اطلاعاتی رو به اشتراک بذارم. معمولا پزشک برای بهبود کبد چرب سعی میکنه بیماری‌های زمینه‌ای فرد مثل فشار خون و چربی خون رو با دارو کنترل بکنه و در کنار اون اصلاح سبک زندگی به بهبود عملکرد کبد کمک میکنه. همچنین میشه از داروهای گیاهی موجود در داروخونه‌ها برای بهبود و کنترل کبد چرب استفاده کرد. مورد اول لیورگول هستش. قرص لیورگول حاوی عصاره گیاهی خارمریم هستش که از مؤثرترین گیاهان دارویی برای تصفیه کبد و درمان بیماری‌های کبدی میشه از این دارو استفاده کرد. مورد بعدی کپسول پرولیو باریچ هستش. این دارو تأثیر بسیار مؤثری در بهبود کبد چرب داره. داروی بعدی کپسول بوستر لیور هستش که از این دارو برای هپاتیت، سیروز کبدی و کبد چرب میشه استفاده کرد. داروی بعدی کپسول لیورگارد هستش، یک قرص گیاهی برای کبد چرب و به دلیل خاصیت محافظت کنندگی که داره میتونه گزینه بسیار مناسبی برای افرادی باشه که مشکل کبد چرب دارن. داروی بعدی قرص جویدنی هپاتوهیل باریچ هستش به منظور درمان کمکی اختلال کبد مثل انواع هپاتین، فیبروز کبدی از این دارو میشه استفاده کرد. دقت داشته باشید که پزشکان ممکنه تعدادی از این داروها رو برای درمان تجویز بکنن، اما توصیه همه پزشکان برای درمان کبد چرب اصلاح سبک زندگیه. از مهمترین فاکتورها برای اصلاح سبک زندگی میشه به کاهش وزن اشاره کرد. انجمن بیماری‌های کبدی در آمریکا کاهش وزن رو به عنوان یک اصل مهم برای درمان و بهبود کبد چرب میدونه. این انجمن توصیه میکنه که برای درمان بین 3-5% از وزن خود رو برای کاهش چربی در کبد کاهش بده. مورد بعدی خوردن مواد غذایی مناسب. افرادی که به بیماری کبد چرب مبتلا هستن غالبا دچار مقاومت به انسولین هستن. در واقع بدن انسولین میسازه اما نمیتونه از اون به خوبی استفاده بکنه. گلوکز در خون شما جمع میشه و کبد اون رو به چربی تبدیل میکنه. چربی های خاصی در رژیم غذایی وجود دارند که میتونید از اونها برای بهبود عملکرد کبد استفاده بکنید. اسیدهای چرب اومگا 3، روغن ماهی، روغن های گیاهی، آجیل ها به ویژه گردو، دانه کتان، روغن بذر کتان و همچنین چربی های اشباع نشده مثل زیتون و آووکادو میتونن به شما توی این مسیر کمک کننده باشن. مورد بعدی ورزش منظم هستش. یکی از بهترین کارهایی که برای درمان کبد چرب میشه انجام داد. ورزش خاصی برای درمان این بیماری وجود نداره، اما فعالیت مستمر دست کم 5 بار در هفته و هر بار 20 دقیقه پیاده روی یا دویدن آهسته میتونه بسیار مفید باشه. مورد بعدی آنتی اکسیدان ها و مکمل های مفید هستند. وقتی مواد غذایی به درستی تجزیه نشن، سلول‌ها آسیب می‌بینن و این می‌تونه منجر به تجمع چربی در کبد شما بشه. اما ترکیباتی به عنوان آنتی اکسیدان‌ها شناخته می‌شن که می‌تونن این سلول‌ها رو در برابر این آسیب‌ها محافظت کنن. آنتی اکسیدان‌ها در قهوه، چای سبز، سیر خام، میوه‌ها، به ویژه توت‌ها و سبزیجات به وفور یافت می‌شن. همچنین سعی بکنید از ویتامین E و ویتامین D و پتاسیم در کنار رژیم غذایی خودتون استفاده بکنید. مورد بعدی کنترل چربی خون هستش. بالا رفتن چربی خون از جمله تریگلیسیرید میتونه احتمال ابتلا به کبد چرب رو بالا ببره. این بیماری میتونه ارثی باشه، اما سبک زندگی امروزی شامل رژیم غذایی نامناسب، فعالیت بدنی بسیار کم هم میتونه از دلایل بالا رفتن تریگلیسیرید باشه. اگه سطح تریگلیسیرید خون شما بالا هستش، باید سبک زندگی خودتون رو تغییر بدید، چون این بیماری میتونه منجر به کبد چرب، سکته مغزی یا حمله قلبی بشه. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. اگه سوالی در مورد این ویدیو داشتید اینجا کامنت بکنید، من در اسرع وقت بهش جواب میدم.